سلام دوستان و ساندویچ خوران عزیز، امیدوارم حالتون خوب هست. امیدوارم از ساندویچ امروز لذت خواهید برد و ساندویچ امروز ما ساندویچ ذره بینی هست اسمش. این ساندویچ رو هر روز که به یاد میارید امیدوارم که باز هم به همون اندازه و حتی بیشتر لذت ببرید. این تجربه شخصی من بوده در مورد این ساندویچ. فیلیپیان 4:8 میگه هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی است، هر آنچه ستودنی است، بدان بیاندیشید. آقا ذره بین رو بنداز روی اون چیزهای پاک، دوست داشتنی، ستودنی، درست، والا. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید. میدونید خیلی چیزا در زندگی ما هست که شاید خوب نیست یا شاید پتانسیل خوب نبودن رو داره. خیلی وقتا ما ناخودآگاه یا خودآگاه ذره بین رو میندازیم روی چیزهای بد یا منفی و روی اونها فکر میکنیم. میدونید رومیان 12:2 میگه زندگیت رو میتونی با تازگی ذهن تبدیل بکنی، به تازگی ذهن صورت خود رو تبدیل کنی. و خیلی وقتا ما نمیدونم چرا، مخصوصا ما ایرانی ها، مخصوصا خواهران، اجازه بدید اینم بگم، در تجربه خدمتیم دیدم که خواهران این خطر بیشتر براشون هست که روی چیزهای منفی خیلی بیشتر ذره‌بین رو بندازن. و به هر حال خواهران ریزبین هستن، خانم ها این ذره‌بین هم میندازن، ریزهای بیشتری میبینن و خیلی بیشتر روشون تاثیر میذاره. اگه این ذره‌بین روی چیزهای منفی بذاری، نتیجهش میشه یأس، ناامیدی، ترس و انرژی تو ازت میگیره، قوت تو از تو میگیره. اگه روی چیزهای خوب بذاری این ذره‌بینو، چیزهایی که خوندیم، درست، پاک، ستودنی، والا، قابل ستایش، دوست داشتنی، اگه اون چیزهای خوب میذاری روی برکات میندازی این ذره‌بینو، نتیجهش میشه ایمان، نتیجهش میشه امید، نتیجهش میشه محبت، نتیجهش میشه زیبایی. و من و تو، دوست من، خواهر من، برادر من، واقعا من و تو هستیم که این قدرت به ما داده شده که ذره‌بین دست ماست، ذره‌بین خداوند داده دست تو، در فکر توه کجا میندازی. مثلا شما رفتی بیرون با دوستت کافی شاپ، کافی خوردین، لذت بردی، جوک گفتین، خندیدین، یه کتاب هم با هم دیگه مرور کردین، اونجا گفتین کتاب دارم میخونم چه قشنگه، اون یه آیه گفته، یه برکت گفته، از خانواده بچه ها گفتین، کیف کردین، وقت عالی بوده، 2 ساعت در کافی شاپ. تا میای بیرون میبینی که جریمه شدی، روی ماشینت یه جریمه گذاشته شده، پلیس جریمت کرده. میای خونه، خانم میپرسه جیلبرت چطور بود، وقت خوبی داشتی؟ میگم آنی، میدونی چی شد؟ جریمه شدم، $50 جریمه شدم. چیکار کردم؟ این ذره‌بین رو انداختم روی اون چیز منفی و تمام روز یا شاید روزها تمام فکرم اونجاست که من که میدونستم نباید اونجا پارک بکنم. آخه جیلبرت قربت برم، چقدر نفهمی، تو که میدونی اونجا نباید پارک بکنی، چرا پارک کردی؟ اصلا همیشه اینطوری هستی، هی میخوای ریسک برداری، اون ریسک هم برداشت کردی، تصادف کردی، اینم عاقبت تو. آدم نمیشی بابا، پینوکیو تو 10 قسمت آدم شد، تو آدم نمیشی. و میدونید این ذره‌ای میره روی چیز منفی، روی جریمه. اصلا دوسته فراموش شد، کافی شاپ اون وقتی که داشتی با هم خوش گذروندین اصلا رفت، فقط جریمه. و تبصره های خیلی زیادی میاد، مواردی که تو فکرتون میاد که شاید هم درسته ها، ولی ذره‌بین رو انداختی رو اون چیزهای منفی. نمیخوام بگم که واقع بین نباشیم، میخوام بگم منفیگرا نباشیم یا حتی مثبتگرا نباشیم، واقعگرا باشیم، واقعیت رو ببینیم و در واقعیت بدونیم که حقیقت بالاتر از واقعیته. حتی این یک بحث خیلی سنگینیه که خیلی وقت دارم روش فکر میکنم که زندگی ما درش یک حقیقتی هست، یک واقعیتی هست. خیلی وقتا واقعیت شاید حتی منفی باشه، ولی حقیقت یه چیز درستیه. خداوند حقیقته و در ما هست و کلام خدا حقیقته و چیزی رو به ما میگه که شاید حتی واقعیت نیست در اون لحظه، ولی بچسبیم به حقیقت که خداوند تو رو دوست داره. شاید احساس نمی‌کنی، شاید حتی گناه کردی، ولی بچسب به اون حقیقت و اون رو یه بار دیگه بیشتر توضیح میدم. ولی به هر حال بیایید بندازیم این ذره‌بین رو روی چیزهایی که در زندگی ما هست که قابل ستایشه. شما
ایمیل میگیری یا کامنت میگیری یا افرادی هستن که بهت میگن که دوستت داریم، عالی هستی، ازت برکت میگیریم، کلی ایمیل اینا رو چاپ کردم مثلا. و این کامنت ها و ایمیل ها، گفته ها رو بذاریم کنار، هر چند گاهی یه چند نامه ای میاد میگه که ببین مثلا تو اینی اونی، توبیخت میکنه، اذیتت میکنه، چیزای منفی در مورد تو میگه. من از اون ایمیل ها میگیرم، هر چند گاهی ایمیل های منفی میگیرم و خیلی ایمیل های کامنت های فیسبوک های مثبت میگیرم. یه موقع بود که من سری و ناخودآگاه میرفتم تمام اینا رو ول کنی که برداشت بهت خدا برکت بده، اونا ایرانی هستیم تعارف میگن دیگه، حتما ولش کن، اونها یه چیز دیگه هست، ولی اینو بچسب، این منفیه، اینی که گفت حتما یه چیزی هست که میگی دیگه. و فکر میکردم که فروتنیه و دوست داشتم، خب یعنی هنوزم دوست دارم که نکات منفی خودم رو بدونم و بتونم رشد بکنم در عیسی مسیح، مثل خداوند بشم، مثل عیسی مسیح بشم، هدف ما این هست. ولی قرار نیست که من فوکس بکنم، متمرکز بشم، ذره بینو بندازم روی اون چیزهای منفی که تمام زندگی منو بگیره و اون مثبت‌ها رو فراموش بکنم، چون ما احتیاج به تشویق هم داریم و تشویق هم زیباست. و چرا جیبرت فکر می‌کنی که این همش تعارف بود، الکی بود و این یکی رو گیر دادی؟ این اصلا حمله شیطانه. و تویی که، این خوب گوش کن، تویی که برادر من، خواهر من، ذره بینو میندازی همیشه روی چیزهای منفی، داری اراده شیطان رو انجام میدی، چون اراده شیطان اینه که ذره بین روی چیزهای منفی باشه. نمیخوام بگم مثبتگرا باش، میخوام بگم واقعگرا باش. واقعیتی هست که درش حقیقت هست که خداوند دوستت داره و در واقعیت هم چیزهای مثبت خیلی زیادی هست. کلام خدا خیلی زیبا واضح، یه بار دیگه بخونم، به تو گفت که روی چیزهایی که مثبت و درسته فکر بکن. ترجمه تفسیر من حتی بیشتر دوست دارم، میگه فکرتان را بر روی هرچه راست و خوب و درست است ثابت نگاه دارید. درباره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. درباره چیزهایی فکر کنید که می توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. خیلی جالبه. چه چیزی هست در زندگی تو میتونی خدا را برای اون چیزها شکر کنی؟ فکرتو بذار اون چیزها. پدر، مادر، فرزند، زن، شوهر، استعدادی که داری، نکاتی خوبی در زندگیت که هست، برکاتی که هستن، خیلی چیزایی هست که خیلی چیزای خوبی هست که میتونی روی اونها زوم بکنی و ضربین رو اونها بندازی. مثلا یه چیز دیگه، من اینجا لیست مثلا هست که نوشتیم، یه لیستی هست که چیزهایی هست که شما نمیتونی انجام بدی. حالا من یه لیستی هم دارم، میخوام ولی نمیتونم، آقا پولشو ندارم برای اینها، ولی یه لیستی هست که اگه داشتم اینها رو دوست داشتم انجام بدم. اون لیست خیلی وقتا ما میایم ذره بینو میندازیم رون لیست، آقا اینم میخوام، اینم نمیتونم، ای بابا اینم نمیتونم، ببین. و چیزهایی که نمیتونی رو روش خیلی زوم میکنیم. در این حال اینجا یه تهچکی هست از حقوق ماهیانه که میتونی ذره بین رو بندازی روی این، آقا من کار دارم، یه سلامتی دارم که میتونم کار بکنم و یه حقوقی دارم که هر سال هر ماه میاد، اونقدر زیاد نیست ولی یه چیزی هست، با این میتونم برم یه ساندویچ بخورم، ساندویچ دونونه، ساندویچ غیر روحانی. و لازم نیست فکر بکنید اون چیزی که نمیتونی انجام بدی، دست توه، کاملا دست توه روی کدوم یکی تمرکز بکنید. ببینید خیلی نکته ساده و واضحی بود که گفتم. باور کنید در زندگی عملی، در زندگی روزانه هر روز ما میتونه تأثیر بسیار بزرگی داشته باشه و این ساندویچ ذره بینی امروز میتونه خوشمزه و خوشمزه تر بشه هر روز اگه بهش عمل بکنیم. میدونید همطور که گفتم این ذره بین نتیجهش میشه انرژی و قوت، یا اگه روی چیزای اشتباه بذاری قوت و انرژی تو میگیره از تو، اگه روی چیزای درست فکر بکنی و بذاری این ذره بینا به تو انرژی و قوت و امید و محبت میده. در باغ عدن آدم و حوا کلی چیزای خوب داشتن که میتونستن ذره بین بندازن رو اونها و کیف بکنن، ولی نه، قربون هوا برم، نه آقا این ذره بین بندازیم روی یک درخت، این یک میوه، آقا اینو چرا نمیتونیم بخوریم؟ اگه بخوریم چی میشه؟ و هی فکر میکنه ذره بین انداخت اونجا. حالا بماند که
میوه های خیلی خوشمزه دیگه هم هست، داره برو اونا رو بخور کیف کن. بعدش هم خداوند یه فرمان داده برو بچه دار بشو، خداوند اینو گفته برو حال کن با شوهرت و زنت بچه دار بشین، یه لذتی هم اونجا داشته باشین، اینو میتونی اونجا بندازی، کلام خدا اینو میگه. ولی نه، این یه میوهی که نمیتونم بخورم بندازم روی این یک میوه. خداوند باشد که کمکتون بکنه که این ذره بین بره جاهای درست، زوم بشه، تمرکز پیدا بکنم. تا ساندویچ بعدی، خداحافظ.